بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و على آله و صحبه و من والاه. سلام بر شما بینندگان عزیز، سلام و رحمت خدا بر شما باد. روز دیگری را از زندگی شروع کردیم و تا چشم هم بزنیم امروز هم تمام خواهد شد و به گذشته مرده ما وصل خواهد شد. منتها ما امروز یک نعمتی داریم که میلیاردها انسان آرزوش دارن، حاضرن هر چی بدن که دارن و این رو از ما بگیرن. نعمتی که ما امروز داریم نعمت زندگی است و میلیاردها انسانی که مردند آرزو دارن که اگر بهشون فرصت داده بشه، ازشون پرسیده بشه، آرزو دارن که فقط یک ساعت دیگه به دنیا برگردن و غیر از اون عملی که انجام دادن عملی بهتری رو انجام بدن. سپاس برای خداست که ما و شما زنده هستیم. سپاس و شکر برای او است که شما نشستید و به این برنامه توجه دارید و من رب خدا رو خداوند بزرگ توفیق داد تا حقایقی رو از قرآن به صورت سوال خدمت شما مطرح کنم و آشی که قرنها برای ما علمایی که معلوم نیست کی بودند، از کجا اومدن، بر چه عقیده و مذهبی بودن، به نام دفاع از اهل بیت برای ما و شما ساختن و ما امروز میخواییم اونها رو رسوا کنیم. من سوالا رو قبل از اینکه از اتاق فرمان بخوام برای شما نشون بده سوالای امروز رو، از شما خواهش میکنم که روی سوال اول که سوال مکرره کمی بیشتر دقت کنید، هرچند که همه سوالها لایق توجه و این است که انسان در بارش اندیشه کنه. اتاق فرمان لطفاً سوالا رو قبل از اینکه برنامه رو شروع کنم یه دفعه نشون بدید. بله، با سلام دوباره. چون که ولی فقیه و علمای شیعه امسال سنگ تمام گذاشتن برای عزاداری حضرت فاطمه
و خواستن به مردم خواه گفتن که عزاداری رو مهم بدونید و کشش بدید، ما هم سوالای مربوط به این عزاداری رو با اجازه شما کش میدیم و به اصطلاح تکرار میکنیم. ببینید، میپرسیم، سوال مکرر دفعه قبلم پرسیدیم، حالا هم میپرسیم: ای علمای شیعه، چرا هنوز کفن حضرت فاطمه خشک نشده بود، حضرت علی دوباره عروسی کرد؟ این سوال رو از شما میخوایم که لطف کنید جواب بدید که چرا هنوز کفن حضرت فاطمه خشک نشده بود، حضرت علی عروسی کردن. یعنی چی؟ دفعه قبل هم گفتیم شما میدونید که حضرت علی 7 روز بعد از وفات حضرت فاطمه عروسی کرد؟ 7 روز، بله، فقط 7 روز، فقط 7 روز بعد از وفات حضرت فاطمه عروسی کردند و خواهرزاده حضرت فاطمه امامه را گرفتند. خب از شما میپرسم، شما 10 روز عزاداری میکنید، 10 روز بعد از 1430 سال و کم و بیش، و حضرت علی 7 روز بعدش رفت با زن دیگری عروسی کرد. طبعا در این 7 روز هم مقدمات عروسی را هم فراهم میکرد، غذای عروسی، لباس عروس و چیزهای از این قبیل رو. خب آقا شما بگید که شما سر پیاز هستید، تای پیاز هستید، کاسه داختر از آش هستید، شما چی هستید؟ این در کتاب خودتون نوشته که مجلسی، آقای مجلسی شما در بهار الانوار جلد 42 صفحه 92 همین رو نوشته و دیگران هم که ایشون عروسی کرد. البته اینا میگن که حضرت فاطمه خودش وصیت کرده بود که عروسی کن که بچه های من چیز نباشن. عرضم به حضورت که به اصطلاح مادر داشته باشه. مگه فزه شما نمیگید مگه فزه بود؟ ما که فزه رو قبول نداریم. فزه کجا بود؟ زنای بنی هاشم کجا بودن؟ اصلا امام ها، حضرت حسن هم امام بود، حضرت حسین هم امام بود، حضرت زینب هم چیزی کم از امام نبود به گفته شما ها. دیگه نیازی نداشتن که. بعد خود حضرت علی هم خونه نشین بود، اونا رو نگاه میکردی. عجله ده چرا در گرفتن زن؟ 7 روز. و تازه کسی زنی رو که به خونه آورد اونقدر از زینب بزرگتر نبود، 2-3 سال بزرگتر بود، دختر 9 ساله 10 ساله بود، نوه حضرت پیامبر بود، حضرت امامه، زن جدید حضرت علی، و دختر زینب بنت محمد صلی الله علیه وسلم بود و حضرت فاطمه خالش میشد. خب من این کار ندارم، و از نظر ما حضرت علی کار درستی کرد. از نظر ما عزاداری 3 روزه برای هر کس، غیر از زنی که شوهرش میمیره باید 4 ماه در رو صبر کنه، عده نگه داره. منتها برای مرد 3 روزه. 3 روز حضرت علی عزاداری کرد، رفت دنبال زندگیش. ما که قبول داریم حضرت علی ماست. حضرت علی شما که باید تنهاست دور سر چا گریه میکنه و گریه میکنین که علی تنها شد، نمیدونم چی میگین، دنیا دیگر از تو سیرم، مثل علی کردی پیرم. و مثل علی پیر شد، علی همون سال عروسی کرد، یک زنی رو گرفت که یه نصف عمرش هم نبود، کمتر از نصف عمرش بود. و 7 روز بعد شما اگه پیر شدید، از دنیا سیر شدید، حضرت علی نسیر شده بود و نه پیر شده بود، خوب زندگی کرد و بعد از بسر همین زنم 3-4 زن دیگه گرفت، همیشه 4 زن داشت تا لحظه شهادت. حالا سوال ما همینه که هنوز کفن حضرت فاطمه خشک نشده بود، حضرت علی عزاداری رو فراموش کرد. ملت بیدار شید. اگه دروغ میگم خب بگید علمای شما که این دروغ میگه، حضرت علی 7 روز بعد عروسی نکرده بود. خب اگه عروسی کرده بعد از اون دیگه دهه فاطمه چیه؟ اونم اینجوری عزاداری های وحشتناک که هر سال نمیدونم، من نمیدونم اون عکس اگه بتونن نشون بدن، یا عکسی که پابرنه را میرن، علمای بزرگشون که این عزاداریشونه نمیدونم از کجا در آوردن. ببینید عکسو، پابرنه را میره، یه عالمشه. این رهبر دینی جامعه ماست، همشون اینا آیت الله های عظمای اینا پیاده را میرن، این آیت الله هم نیستن. آخرین درجه عقل اینها به این نتیجه رسیده که بردارید دیگه، هر سال باید پیاده را برن. این دیگه این عزاداری ایناست. از اون ور حضرت علی 7 روز بعدش عروسی کرده، سال بعد اصلا اگه والا فاطمه رو یاد کرده باشه، شب سال که نمیگرفتن، شب هفتم که نگرفتن، شب ما که نگرفتن، اینا رو شما از کجا آوردید؟ سوالیست مکرر. اگر مرد هستید جواب بدید، و نمیتونید، هرگز نمیتونید. ببینید، من چون که به حکم اینکه بر مذهب شیعه بودم، به اصطلاح الان یک مثالی هست که شاید به اون معنی یکم برای خودم هم جالب نیست، ولیکن حقیقتی هست، اون این است که من از اینا بهتر میدونم نسبت به کسانی که از اول اهل سنت بودن.
من خیلی خوب میتونم اینا رو بگیرم. حالا سوال بعدی رو که مطرح میکنم سوالی است که تا حالا هیچ کس بهش فکر نکرده. من مثل این سوال الحمدلله تعریف از خود نماشه زیاد مطرح کردم، برای همین کتاب منو عرب ها ترجمه کردن، چرا که من توی این مذهب بودم، از اینا میدونم، معلم دینی هم بودم، علاقه به دینم داشتم. به قول پدرم همیشه میگه شغال بیشه مازندران را نگیرد جز سگ مازندرانی. از بین اینا بیشتر هیچ کس بهتر از من نمیتونه اینها رو محکم بگیره و من بهترین راه اینه که با قرآن اینا رو بگیرم، هرچند که من به حدیث کاملا عقیده دارم، 100% اهل حدیث هستم، حدیث قبول دارم، اما چون که حدیث اینا بازی میکنم، میرم به شافعی، گنجی، ابوالحدید، نمیدونم معتزلی، نمیدونم سلیمان، نمیدونم کندوزی، ما میگیریمشون به قرآن. حالا یک سوال دیگه به ذهنم رسید که هنوزم به سوالای قرآنی مراجعه نمیکنیم، اما سوال 390 خود رو مطرح میکنیم که ای علمای شیعه، خرج و مخارج خانه حضرت علی از کجا تامین میشد؟ حالا بهش فکر کردید شغل حضرت علی چی بود؟ یک سوالیه. حالا من که از دولت ایران ناراضی شدم، مدیر مدرسه بودم، وقتی که ناراضی شدم، وقتی که طرد شدم یا خودم هجرت کردم، من هجرت کردم، بالاخره مجبورا هجرت کردم، اگه منو میذاشتن به عقیده خود میموندم تو ایران. خب شغلم هم از دست دادم، زندگیم هم از دست دادم، همه چی رو از دست دادم، در خارج از کشور مجبور شدم کار کنم. کاری کردم، اول که شروع کردم کارایی کردم که هیچ با شأن کار سابق من اصلا به اصطلاح قابل مقایسه نبود. کارهای پستی رو شروع کردم، برای که زندگی تو رو مجبور میکنه که کار کنی، مجبور هستی که کار کنی. اولین بار یادم میاد وقتی که به پاکستان مهاجر شدم برای گذر از زندگی، حتی زبون محلی رو نمیدونستم، سه چرخه خریدم، اون سه چرخه های محلی که هست که حالا نیست، اون زمان ها که من 7-8 ساله بودم، تو 10 ساله بودم، تو میدان سبزی اما سه چرخه ها بود، حالا حتما تو ایران دیگه جمع شده، و زبونم نمیدونستم، یعنی اگه یک تا یک نفر سوار میکردم زبون مجبور بودم. کار آدم وقتی که نمیتونی کار دولتی داشته باشی و به اصطلاح مورد خشم دولت واقع هستی، باید بری کار کنی. حالا حضرت علی کارشی بود؟ شما میگید حضرت علی خان نشین بود و سر شاه گریه میکرد. خب چی کار میکرد؟ خرج خونه رو از کجا می آورد؟ این زنا رو که گرفت از کجا پول آورد؟ خرج بچه‌هاش از کجا میداد؟ خرج اون فزه خادمه رو از کجا میداد؟ ما که قبول نداریم فزه نامی رو، شما که قبول دارید، از کجا می آورد؟ شما که میگید فدک هم ازش گرفتن، شما که میگید که حضرت علی به اصطلاح سه شب سه روز غذا نخورد با زن بچهش، اینقدر بی پول بودن، روزه بودن وقت افطار، مگه نمیگید شما سوره انسان درباره حضرت علی نازل شده، شما مگه نمیگید؟ خب یعنی چی؟ یعنی که حضرت علی وقت افطار یه تو نون هم نداشت بخوره، خودش هم، حسن و حسین هم، حضرت فاطمه هم، پس پول نداشتن تا آخرین لحظه عمر. خب بعد چی کار میکرد؟ شما تو کتاباتون نوشته که چی کار میکرد؟ چرا ساکت هستید؟ این سوالی است، بپرسید از اینا که در این 25 سال که فدک هم از اینا گرفته بودن و حکومت هم باش بد بود، خلیفه هم باش بد بود، اینا از کجا میخوردن؟ من بگم بله، حضرت علی کارمند عالی رتبه دولت وقت بود. بله، حضرت علی از همون فدکی که شما برش گریه میکنید میخورد و زن بچهش هم میداد، چرا که حضرت ابوبکر فدک رو و همون تقسیم میکرد که پیغمبر تقسیم میکرد و پیغمبر اهل بیت خودش رو از همون مال میداد و حضرت علی تا آخر هم گرفت. علاوه بر این، یک سال دو سال بعد که حضرت ابوبکر وفات یافت، حضرت عمر خلیفه شد، حضرت عمر نظم جدیدی گذاشت، گفت آقا من این چیز قبول ندارم، همین یک جوری بگیرن، کسایی که کارمندای عالی رتبه دولت باید زیادتر بگیرن، اونهایی که در جنگ بدر بودن اونها باید بیشترین حقوق بگیرن، و حضرت علی تو جنگ بدر بود، حضرت بلال تو جنگ بدر بود، اینها رو نسبت به بقیه بیشتر پول داد، غیر از سهمشون که می اومد از چیز. پس اگر حضرت علی رو اونا از یه طرف مالش گرفتن، از این چرا بهش دادن؟ اگر بهش ندادن پس از کجا میخورد؟ شما که تو منابع شما هم ننوشته که حضرت علی کار میکرد، میگید خونه نشین بود، مفت از کجا میخورد؟ شما میتونید تو خونه بشینید نون بخورید؟ پس دیدید که دروغ اینها رو من با این سوال رسوا کردمشون. ای علمای شیعه، خرج و مخارج خانه حضرت علی از کجا تامین میشد؟ شغل حضرت علی چی بود در همون 25 سالی که طرد شده بود؟ بشینید شب روز فکر کنید، یک چیز بسازید، بالا پایین برید، اما جواب نخواهید داشت. سوال بعدی، ای علمای شیعه، چرا از مساجد شما بوی گند بلند است در حالی که عمد شده اید به معطر بودن و خوشبو بودن؟ ببینید این سوال از سوره اعراف است، ما حالا به سوره انفال و توبه رسیدیم، انفال که روز اول براتون گفته بودم، اما این سوال رو
به این صورت در ذهن هم رسید که یک سفری داشتم با در هواپیما در یکی از فرودگاه ها که فرودگاه خیلی لوکسی هم بود و همزمان با ما مردمی به ایران می رفتن. ببینید من میگه آینه چو عیب تو به مود راست، خود شکن و آینه شکستن خطاست. من دوست ندارم که از ملت خودم بد بگم، از هموطنهای خودم بد بگم، اما عیب باید گفت تا ما اصلاح کنیم. خب اون مردم هموطن ما میرفتن کشور خودشون، این روزا شما میدونید، حالا همه رو ما متهم نمی کنیم، درصد بزرگی نمیتونن بدون پول دولتی خارج بیان با این وضع بد اقتصادی، با این وضع بد اقتصادی، غیر از اونایی که تاجر هستن حالا جداست، با این وضع بد اقتصادی کسایی که به اصطلاح نوری چشمی هستن میان خارج. به هر حال وقت نماز مغرب شد، ما رفتیم تو مسجد همون فرودگاه نماز بخونیم. مسجد کوچیکی بود، فروشگاه لوکس بود، فرودگاه، اما مسجد کوچیکی بود و باور کن همین که داخل شدم بوی به مشامم رسید که همیشه قبل از اینکه به مذهب اهل سنت بگردم هم در مساجد شیعه می دیدم. نگاه کنید بعضی از دوستان شیعه دارن نماز میخونن، فقط 4 تا 5 نفر. ببینید فرودگاه پاکیست در اینجا و مردمی که تو فرودگاه هستن مردمی هستن سطح بالا دیگه، یعنی همین آقایون هم که اومدن توی مسجد نماز بخونن مردم سطح بالایی هستن، مردمی نیستن که به اصطلاح حتما به نظافت اهمیت میدن. اما با این وجود چون که از فطرت دور شدن، فقط 5-6 نفر، 5-6 نفر هم منتظر بودن، نگم چون که مسجد کوچک بود، اونا منتظر بودن تا نمازهای ما تمام شه نماز بخونن. نماز مغرب بود، من نمیدونم چرا اینا اینقدر عجله داشتن نماز خوندن، چرا که اینها که نماز مغرب اشاره که یک جا میخونن میتونستن به وطن رسیدن بخونن، نمیفهمم شاید دیر میرسیدن یا چی. به هر حال این بو چرا باید تو مساجد باشه؟ حالا ببینید اگر 200-300 نفر یک جا شدن، یعنی محال ممکن است در دوره ما مساجد شیعه بتونه خودشو پاک کنه مگر اینکه پاره بشورن. من این چرا اینو گفتم؟ این آیه منه به این یاد آوردی که سوره اعراف، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، خدا به ما امر کرده که در هر مسجد زینت کنیم، با آرایش و با آراسته بریم، عطر بزنیم. حالا ما عطر نمیزنیم، بوی گند پای ما هم میاد توی مسجد. بعد اگه یک نفر باشه قابل تحمل، دو نفر قابل تحمل، اگه 400-500 نفر یک جا بشن، والله اگر شما کوی عطرم بیارید این بو رو از بین ببرید. خب دیدیم دیگه، ما تو مدرسه که بچه های ما می اومدن، ما اونا رو می آوردیم به نماز جماعت وقتی که معلم امور تربیتی بودیم، یادم است که یکی از این معلم های یادش بخیر هر جا هست، حالا اسمش نمیگم برایش درد سر نشه، حسین اسم کوچکش بود، آقا آوردیمش مسجد نماز بخونه. همین که اومد تو مسجد نماز نمیخوند، همین که اومد تو مسجد سرش گیج رفت، فوری رفت طرف پنجره، همه پنجره رو باز کرد، میگه چه بویی؟ خب بچه ها تو مدرسه بازی میکنن، پاره نمیشوره، بوی گند تو نماز خونه. ما دیگه عادت کرده بودیم، انسان که به بوی بدم عادت میکنه دیگه، اون دیگه اولین بار اومده بود مغزش به صلات تکون خورده بود، در حالی که ما تو مدرسه‌ای که درس میدادیم، مدرسه سلمان فارسی شمال تهران بود، یعنی مردمش به اصطلاح در درجه نظافت از جنوب و مرکز باید و شرق باید بهتر بوده باشن ظاهرا دیگه، ولیکن چون که وقتی پاره از کفش بیرون آوردی، اونم تو تهران امروز که کفشا چرمی هم نیست و پلاستیکی است، بالاخره تقلب زیاده و بالاخره پا عرق میکنه تو جوراب تو اون گرما، با اینکه با لباس جدیدی که ما میپوشیم. من یک بار در هواپیمای اولین بار یک عکسی دیدم، نفهمیدم معنیشو، دیدم نوشته عکس کشیده، عکس یک لنگ کفش کشیده، یک علامت به اصطلاح ممنوع روش کشیده سرخ. هرچی فکر کردم اول که این چیه دیگه، این معنیش چیه؟ آیا کفش بردن در هواپیما ممنوعه چیه؟ باز فهمیدم نه، کفش بدون پا ممنوعه، یعنی پا باید توی کفش باشه که بوش نپیچه. خب چرا کفار پاهای خود رو نمیشونن؟ هواپیما که به اصطلاح خودش معطره و کسایی که تو هواپیما میشینن ظاهرا باید آدمای ما چیزی باشن، اما اینکه کفش خودش برای راحتی پا در میاره و بوش هواپیما رو پر میکنه و لذا بعضیا این علامت من دیدم زده بودن توی هواپیما که یعنی کفش بی پا ممنوع. خب این نعمت اسلامه و خداوند به ما امر کرده یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، در هر مسجد آراسته برید. بلکه بدترین جای ما مسجدای ماست دیگه، چجوری به دین ما مردم بیان؟ و این نکته رو من به شما بگم به خاطر به نام کسی که متاسفانه زمانی که شیعه بودم پای خودم رو نمی‌شستم. من همیشه یعنی یک تجربه است برای شما، من که حالا سال‌ها از ایران بیرون اومدم و شیعه ای رو نمی‌بینم که
ازش بپرسم. من تا این تجربه من شما ببینید که من راست میگم یا دروغ میگم. خودتون قاضی باشید. این دیگه لازم نیست که برید تو کتابا بگردید. من که تو ایران بودم همیشه پای من میسوخت. چرا که پا تو جوراب بود، جوراب تو کفش بود، هوای تهرانم گرم و پای من یک سوزش پا داشتم. نمیدونستم علتش چیه. ولی وقتی که از ایران بیرون اومدم و مجبور شدم در هر نماز پای خودم بشورم، یعنی روزانه 5 بار، اون سوزش از بین رفت. شما ببینید آیا در پای شما این سوزش هست یا نیست. من گمان میکنم که این مرض فقط مال من نبود. گمان میکنم. چرا با شستن پا از بین رفت؟ چرا با شستن به اصطلاح پا از بین رفت؟ شما ببینید اگر که پای شما سوزش داره، شما من 5 بار در روز پاهاتون رو بشورید، ببینید که حرف من درست یا نه. اگرم نداره، به خاطر خدا، به خاطر اینکه این بوهای گند یه جا جمع نشه، یا نماز جماعت نخونید که نمیخونیدم، به خاطر همین هم نماز جماعت تو ایران از بین رفته. حالا فرض کن اگه مثل چه نماز جماعت های ما باشه، مسجد حرام باشه، اوه اوه، چگونه ممکن است که این همه پای گند بیا تو اونجا و باز بشه تو اونجا تحمل کرد؟ پس خداوند امر کرده زینت رو در مسجد ها که میرید بهترین زینت رو به کار ببرید، آرایش رو به کار ببرید، زینت خودتون رو بگیرید. اما علمای شیعه که گفتم اینایی که حالا هستن کار ندارم، اونایی که این دین ساختن، اونها نمایندگان شیطان بودن. کلینی یا محمد باقر مجلسی یا بقیه و بقیه. چون که شیطان جاش میگه، تو حدیث ما هست که شیطان جاش در توالت هاست، در دستشویی هاست، و میگه دستشویی میرید از شیطان به خدا پناه ببرید. جای بوی گند باشه خوشش میاد شیاطین. و اینا میخواستن مساجد ما که جای فرشته هاست رو تبدیل کنن، متاسفانه تبدیل کنن. دیگه بیشتر از این نگم که من میدونم از این حرفای من ایده ناراحت میشن، اما ناراحتی چه؟ من دارم حق به شما میذارم. کم از کم اگه به عنوان دینم قبول ندارید، به عنوان یک مسئله نظافت قبول کنید. مسجد که میرید بشورید، کم از کم که شاید یک دستکم شاید که مردمی بیان جدید تو دین ببینن این چیز رو، از دین متنفر نشن. سوال 392. ای علمای شیعه، اگر پول خمس را از درآمد مغازه باید گرفت، چرا آیه مربوط به اون در وسط آیات جنگ سر بردار آورده؟ حالا میرسیم به سوره انفال. سوره انفال من برای شما روز اول، همطور که قرآن باز کرده بودم تا سوالای قرآنی رو مطرح کنم، از سوره انفال شروع کردم. دیگه چیزی ازش نمیگم و فقط همین خمس نگفته بودم. به نظرم چند سوال سریعا در مورد خمس مطرح میکنم و این رو هرچند که استاد خدمتی خیلی به اصطلاح سنگ تمام گذاشته، ولی سوالای ساده است که بنده مطرح فقط میکنم و سرسری ازش رد میشم. ببینید آیات سوره انفال همش در مورد جهاده و این آیه توش هم درباره جهاد، هم آیه مربوط به خمس. و علموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. این آیه که میگه بدانید، آگاه باشید که هر چیزی که به غنیمت گرفتید، یک پنجمش مال خدا و رسولش و نزدیکان رسول و یتیما و مساکین و در راه ماندگان است. این در وسط غنیمتوم، در وسط آیه بعدش گفته این کنتم آمنتم بالله و ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان. میگه اگه شما ایمان دارید، این دستور منه به خدایی که قرآن رو در روز و آنچه که نازل کردیم در روز فرقان، روزی فرقان روزی است که جنگ بدر رخ داده، یعنی در مورد جنگ بدره. غنیمت در مورد جنگ بدر داره صحبت میکنه. اولین بار مسلمان ها غنیمت گرفتن. آیه قبلش هم در مورد جنگ، آیه بعدش هم وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ و ابن السبیل این کنتم آمنتم بالله و ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان. به اون چیزی که به بنده خود در روز فرقان نازل کردیم. روز فرقان روزی است که دو گروه با هم جمع شدن. پس چرا در وسط آیات اومده؟ سوال 392 ما این است. فان لله خمسه و للرسول. خب سوال 393. ای علمای شیعه، کدام عرب غنیمتم رو ترجمه کرده به کسبتم؟ شما میگید که از مال درآمدها، از چیزی که ما کسب کردیم، مکاسب، میگید که خمس بگید، در حالی که آیه میگه از غنیمت. ما ممکن است بگیم که آب رو خوردیم در لحجه فعلی، اما درستش این است که آب رو نوشیدیم، اما هرگز نمیگیم که نان رو بنوشیم. این اصلا نیست. همینطور در زبان عربی هم برای کسب
از مغازه، از تجارت، از زراعت، از هر جا، و تو خود قرآنم مسئله این اومده که عرضم بزرگتون که کسب اومده، غنیمت نیومده. غنیمت فقط در زبان عربی برای مال جنگیه. تو آیت هم مال جنگیه، تو قرآن هم هیچ وقت نیومده غنیمت غیر از مال جنگ. تو همین سوره یکم جلوتر هم یک آیه است، فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا. این آیه در مورد اسیرا سوره آیه 69 از سوره توبه. آیه 68 اش در مورد نصیحت میکنه، شماتت میکنه مسلمان ها رو، چرا برای از اسیرا فدیه گرفتید از اسیرا و باید اینا رو آزاد نمیکردید. و در آیه 69 میگه، میفرماد که حالا من شما رو بخشیدم که گرفتید، این غنیمت رو بخورید. و در آیه 70 و اسیرا میگه اگر از پولی از شما غنیمت گرفته شد شما ناراحت نباشید، اگر شما مسلمان بشید خدا از این بهتر به شما میده. یعنی آیه در مورد غنیمت جنگی هستش. یک دفعه اینا از کدوم عرب گفته که نان بنوشیم؟ کدوم فارسی زبان گفته که نان بنوشیم؟ کدوم عرب گفته که من رفتم در دکان امروز 100 مثلا تومان غنیمت گرفتم، 100,000 تومان غنیمت؟ غنیمت که نیست، درآمد. از خودتون یه چیزی درست کردید برای اینکه به اصطلاح فقط از مردم پول بگیرید. سوال 394، اگر زکات 2.5% حق دولت میشه، خوب سوال دقت کنید، که این یکی مور باطل میزنه بر مسئله خمس. خمس 20% رو چرا آخوند میگیره؟ ببینید 2.5% زکات که یه چیز مهمیه. 2.5% زکات اونقدر مهمه که پیغمبر عاملین زکات هم گذاشته، میفرستاده، میگرفته، مهم بوده، پول مهمی بوده، پول زیادی بوده. حالا به من بگید که 2.5% رو دولت نمیگذاره، 20% چرا ول میکنه که آخوندا بگیرن؟ پس معلومه که اینجا دکونی باز کردید، یک مغازه باز کردید که پول مردم رو بگیرید. اگر واقعا خمس در اسلام هست، باید خود دولت اسلامی جمع کنه، در حالی که شما دولت اسلامی این کارو نمیکنه، خود مله ها جمع میکنن، خلیش هم به عهده خودشونه. 2.5% زیر کنترل دولت هست، 20% زیر کنترل دولت نیست. این هم چیزی مگه ممکنه؟ مثل که چای آب دولت بگه آقا این ملیه، ثروت ملی است، چای نفت بگه مال خودتون. از همین بفهمید که این دستور یک دستور دروغه. اگر زکات، سوال تکرار میکنم، سوال 394 رو، اگر زکات زکات 2.5% یعنی از مال انسان 2.5% زکات میگیره انسان میده، این حق دولت میشه و باید دولت تصمیم بگیره که کجا خرج کنه. خمس 20% رو چرا آخوند تنهایی میگیره؟ هیچ کس حساب کتاب هم ازش نمیگیره. سوالی است آخر. دولت در دولت نشد، بلکه دولت بالای دولت شد، یک آدم بالای دولت شد. آیا شما قبول میکنید که اسلام همچین دستوری رو بیاره؟ باز اصلا چرا ملا بگیره؟ آیه که گفته که کی بگیره؟ آقا نگفته که آخوند بگیره، گفته حق نمیدونم خدا و رسولش و مساکین و در راه مانده است. این چرا میگه به مجلس تقلید بده؟ کی گفته؟ آیه که نگفته. سوال 395، این سوال یک دوستی در برنامه استاد خدمتی و استاد هاشمی مطرح کرد. این سوال برای من خیلی جالب بود، من گفتم این سوال رو باید من به عنوان 1001 سوال مطرح کنم. گفت که سوال اینجوری من مطرح میکنم، سوال 395، ای علمای شیعه، چرا قرآن به نمره 20 اهمیت میده، اهمیت نمیده و میگه نمره 2.5 مهمتره؟ اون دوست ما گفته بود که اگر خمس که 20% و زکات که 2.5%، زکات که 100 بار اومده، خمس باید 800 بار میومد. حرف معقولیه. در قرآن 100 بار ما امر شدیم که زکات بدیم، بیشترم. در مورد خمس اگر حرف شیعه رو بگیریم، علمای شیعه رو بگیریم، فقط یک بار اومده دیگه، بیشتر که نیومده. تازه اونم دروغ و مال غنیمت جنگیه. ولی ما میگیم که چرا خداوند به چیزی که زیاده اهمیتش بیشتره یک بار گفته شده و در مورد چیزی که اهمیتش کمتره هیچ اهمیت نداره؟ تو ایران کی زکات میده؟ زکات شما میدونید در ایران محدود کردن به 9 چیز، اصلا زکات هم نمیدن. یادم میاد تو پاکستان سالی از سالا که ضیاءالحق حکومت اسلامی به قول خودش درست کرده بود، از پول مردم در بانک ها زکات میگرفت 2.5%. شیعه میرفتن و میگفتن آقا ما شیعه هستیم، در فقه ما نیست. اونا میگفت قسم بخور، قسم میخوردن و خیلی از سنی ها میرفتن قسم میخوردن که آقا ما شیعه هستیم که 2.5% ندن. یعنی زکات بر مال هم زکات نمیگیرن اینا، خبر دارید؟ بر مال اینا زکات ندارن، زکات بر چند حیوانات دارن که اون حیوانات حالا نیست تو ایران. حالا کاری نداریم. ما سوال ما این است در اینجا که چرا چیز مهم رو خدا ذکر نمیکنه؟ میگه برید نمره 2.5 بگیرید، 20 مهم نیست. چرا؟ 20 که مهمتره. این مثل این است که روزه مستعبی، روز عاشورا رو یا روز عرفه رو قرآن 100 بار ذکر کنه، روزه رمضان رو یک بار ذکر کنه، اونم به صورت مبهم.
باور میکنید هم چیزی و باور میکنید که رمضان مهمتر باشه از روزه عرفه؟ باور میکنید. اگه باور نمیکنید پس باور نکنید که خمس مهمتر است از زکات. باور نکنید مثل روز روشنه. اونا حرف زور میزنن و اصرار میکنن روی باطل خودشون. یه قیافه به اصطلاح ظاهرا برای خودشون درست کردن. حرفای مختلف هم بلغور میکنن تا شما باور کنید و باور نکنید. قرآن جلوی شماست، باور نکنید. یکی این سوالا رو جواب بدن. جواب بدن. اگه جواب دارن، جواب ندارن پس باور نکنید. خودتون نجات بدید. اگر شما امروز در ایران هستید، ایران امروز چقدر گرمه؟ عذاب روز آخرت گرمتره. یکم باید خودتون رو تکون بدید. این نیست که خب اون سوار میشه، میخوره، استفاده میکنه. شما چرا سواری میدید؟ چرا پول میدید؟ چرا قبول میکنید؟ سوال 396. سوال 396 این است که خداوند در این آیه میفرماد که من یک عده‌ای رو مدد کردم. ای علمای شیعه، منظور خداوند جل جلاله از مدد رساندن در این آیه چه نوع مددی است و به چه کسانی؟ خداوند میفرماد لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره، فی مواطن کثیره و یوم هنین. خداوند شما رو در جاهای مختلف کمک کرد. کیا رو در جاهای مختلف کمک کرد؟ من و شما رو، سیستانی رو، خمینی رو؟ نه، خودش میگه و یوم هنین و روز هنین هم به شما کمک کردم. پس معلومه داره صحابه میگه، داره صحابه میگه که در روزهای مختلف در جاهای مختلف من شما رو کمک کردم و روز هنین هم شما رو کمک کردم، در حالی که تعداد شما زیاد بود و اون تعداد زیاد به شما فایده نرسون، کمک من بود که به شما فایده رسون. خب سوال ما این است که اگر واقعا این صحابه همون صحابه هستن که شیعه برای ما و شما ترسیم میکنه، علمای شیعه همون صحابه هستن که وقتی که حضرت فاطمه رو زیر لگد گرفته بودن اینا کمک هم میکردن یا ساکت بودن؟ ساکت بودن هم جرمه دیگه در اون وقت. والا اگه ما و شما تو خیابون ببینیم یک بچه رو میزنن، یک زن حامله رو میزنن، والا اگه صبر کنیم. حالا تو همین جایی که دینم نیست، دینم نیست، اگه یک زن با دو تا بچه از خیابون رد شه همه ماشینا وامیسته، جایی که دینم نیست، وای والا که دینم باشه و بعد نه اینکه زن از خیابون رد بشه و اینا رد شن، نه، از زن میرن تو خونش میزنن شکمشون، اونم زن پیغمبر، دختر پیغمبر، اونم تنها دختر پیغمبر. والا اگه یک انسان اگه 10% عقل معمولی هم داشته باشه اینو قبول کنه، ما و شما از بس که گفتن قبول میکنیم. چگونه ممکنه صحابه که باز چگونه ممکنه خداوند اینها رو کمک کنه؟ آیه قرآنه، من شما رو در جاهای مختلف، آیه 25 از سوره توبه. خب پس با قبول نکنید، باور نکنید که خداوند کسایی رو کمک کرده، پر بال داده در جاهای مختلف، مواطن کثیر میگه، در جاهای مختلف زیاد، خیلی زیاد، در جاهای خیلی مختلف میگه من شما رو کمک کردم، با فرشته کمک کرده، برای این کمک کرده که بیان شکم حضرت فاطمه رو پاره کنن یا ساکت بشینن و بچه جنین رو بکشن، برای این کمک کرده. هرگز چنین چیزی، خداوند چنین مردمی رو کمک نمی کنه، بلکه اونها رو عذاب می کنه. ای علمای شیعه، سوال 397. ای علمای شیعه، چرا گذشته رو ترجمه می کنید آینده؟ علمای شیعه میگن که آقا این آیه هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدين كله ولو كره المشركون، این میگه در مورد امام مهدی هستش. چرا که هنوز اسلام ظاهر نشده، بر همه دنیا غلبه نکرده. این تفسیر مشهورشون رو زیاد شنیدید، میخوان اثبات کنن حضرت مهدی رو، میگن آقا همین آیه است، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدين كله، برای این فرستاده که تمام دینا رو شکست بده و همه دینا شکست نخورده، پس این روز آخر زمان امام زمان میاد و همه رو شکست میده. نه، اینطور نیست. اولا سوال ما این است، گذشته است، چرا ترجمه میکنید؟ هو الذی ارسل، نمیگه، میگه خداوند، میگه او کسی است، الله کسی است که فرستاد رسولش را، نمیگه میفرستد، نمیگه خواهد فرستاد، سیورسل نمیگه. و اما این که میگید شما دین آشکار نشده، این ایراد بی خوده. خداوند دین رو گفته من پیروز میکنم، نگفته که دیندارا رو پیروز، مدعیان دینداری رو پیروز میکنم. خوب توجه کنید، ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدين كله، به همه دینا گفت من این رو غالب میکنم و دین اسلام بر همه دینا غالبه، امروز هم غالبه، امروز که مسلمان ها ضعیف هستن، دین که ضعیف نیست. خوب توجه کنید، این نکته خیلی ساده رو توجه کنید، دین اسلام از لحاظ عقیدتی بر همه ادیان پیروزی داره. اونا نمیتونن از دین ما ایراد بگیرن، اگر میتونستن ایراد بگیرن، یک ایراد علمی میگرفتن، یک ایراد اجتماعی میگرفتن، آسمون زمین می آوردن، زمین آسمون می بردن.
اونا میان از اعمال ما و شما ایراد میگیرن. مثل که این روزا مثلا آوردن که فلان نفر گفته که انسان زنش بمیره تا 6 ساعت بهش حلاله، از این حرفایی که در هیچ کتابی نیست، در قوطی هیچ عطاری پیدا، همون رو برای به اسلام مسلمان ها میکسبونن. یا اعمالی که علما ایران انجام میدن اینو به دین ما میکسبونن. نه، ما مسلمان ها این رو قبول داریم که از کفار ضعیفتر هستیم، اما دین ما از دین کفار ضعیفتر نیست. عقیده ما از اونا بهتره. شراب اونا میگن حلاله، ما میگیم حرومه، کدومش بهتره شما بگید؟ سیگار ما میگیم حرومه، اونا میگه حلاله، بالاخره اجازه میدن که کدومش بهتره؟ گوشت خوک ما میگیم حرومه، اونا میگن حلاله، کدومش بهتره؟ حتی بریدن دست، کدومش بهتره؟ روش ما بهتره یا روش اونا؟ اونا در زندانیش میکنن، زن بچه‌ش عذاب میکنن، دزد زندانی میکنن، از آقایی که مالش دزدی شده مالیات میگیرن، همون دوز در زندان ناز میدن. اگه نگاه کنید دستورش خنده‌دارترین دستور است. و دزد اگه دیپلم دزدی داشت، وقتی که به داخل زندان رفت با دزدای دیگه یکجا میشه، لیسانس و دکترا و فوق تخصص دزدی رو میگیره میاد بیرون، دوستایی مثل خودش پیدا میکنه. هر جور نگاه کنی، هر قانونش نگاه کنی، حتی قانون این که یک آدمی که مجرم است باید کشته بشه، کشتن اسلامی بهتره. شاید ظاهرا اونا خیلی مسخره میکنن که میگه آقا گردن زدن در عربستان اصلا درست نیست. خب اون در یک لحظه مرده رو راحت میکنه انسان رو. اینا میبرن در تناب دار میذارن. روشای دیگه تو چین و دیگه و دیگه، یا تو آمریکا که برق میده میسوزونه. خب کدومش بهتره؟ این در یک ثانیه، کمتر از یک دهم ثانیه انسان رو میکشه. و اون معذرت میخوام، وقتی که بالای دار میبرم بیچاره در لباس خودش هم خراب میکنه، 9 دقیقه 10 دقیقه طول میکشه تا بمیره. من میگم هر دستور ما رو نگاه کنی از اینا بهتره، اما اینکه مسلمان ها از اون عقب تره بخاطر که مسلمان ها عمل نمیکنن. به من نشون بده کدوم مسلمان به دین خودش عمل میکنه، کدوم کشور اسلامی است که ربا درش حرام باشه، کدوم کشور اسلامی است که دست دزد بریده بشه، کدوم کشور اسلامی است که 100 دستور دیگه اسلام توش اجرا بشه. هر جا اجرا نمیشه. ما نام ما مسلمانه، اما عمل اسلامی ما خیلی ضعیفه. پس توجه کنید، معنی آیه غلط نیست. ما منتظر امام زمان نمیشیم. خداوند دینشو بر همه دینها پیروز کرده. در هر بحثی از ما شکست میخورن جز اینکه تهمت بزنن. کدوم کمونیستا با ما یه مدتی بحث میکردن، چی شد؟ خودشون بس تموم شدن رفتن، میگفتن نمیدونم دیالکتیک کنن، حرفای مفت میزدن. کجا هست؟ هیچ. بله، وقتم کمه، از این مسئله رد میشم. سوال 398. ای علمای شیعه، بعد از انقلاب چرا وضع اقتصادی همه خراب شد الا آخونده به واسطگانان؟ خب چه ربطی داره این به آیه قرآن؟ بله، خداوند در قرآن میفرماد یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار و الرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل یسدون عن سبیل الله. الله به ما خبر داد که خیلی از علمای یهود و نصارا مال مردم رو به باطل میخورند و رای خدا رو سد میکنند. رای خدا سد کردن که بهتون نشون دادم، 400 سوال تقریبا مطرح کردم که علمای شیعه رای خدا رو سد کردن، قرآن رو جور دیگه معنی کردن. اما اموال ناس خوردن رو براتون خیلی راحت ثابت میکنم. ما بعد از انقلاب، ما که دیگه جوانای زبان انقلاب هستیم، دیدیم وقتی انقلاب 57 دیگه، من 22 ساله بودم، دیدم وضع قبل از انقلاب خوب میفهمم وضع انقلاب ما چه جوری بود. در این 30 سال باید ما چقدر پیشرفت میکردیم؟ 33 سال. ولیکن شما همتون شاهد هستید که در طول این 33 سال وضع همه مردم خراب شد، غیر از وضع یک قشر و وابستگانش. خودتون میدونید، نگاه کنید، غیر از قشر روحانیت همه قشرها تباه شدن، وضعشون خرابتر شد. زنا طلاهاشون رو فروختن، بچه ها نمیتونن عروسی کنن، بیکار شدن، پدرشون در اومد به زبان ساده. فقط آخونده و وابستگای اونها وضعشون بهتر شد، خیلی بهتر شد. چون اما اول من میدیدم، اما اول که من 5 سالی هم که تو ایران بودم بعد از انقلاب، میدیدم از روحانیونی که میشناختم آقا نون شب نداشت، قرضدار بود، میدیدم که فردا پولدار شده، ماشینم داره. بعد میدیدم که اینا چیکار میکردن، ماشین به حساب دولتی میخریدن در بازار میفروختن. یکی رو که من میشناختم این کارو میکرد. اگه تو انقلابم نبود، تو انقلابم نبود، چون که میشناختمش. پس سوال ما این است که ای علمای شیعه، چرا مثل علمای یهود و نصارا عمل کردید؟ بعد از انقلاب اگه میگه دروغ میگم، پس بگید چرا بعد از انقلاب وضع همه خراب شد غیر از وضع شما و وابستگان شما؟
و از آقازاده های شما چرا بهتر شدن؟ تو خارج هستن، ایران هم برایشون به این ایران به این بزرگی که فلات قاره است برای شما کوچیک، اکثرا در خارج هستید یا روی دو پا نشستید که برید. این برای چیز؟ برای اینکه از بیت المال دزدیدید. پس این آیه در مورد شماست. ای علمای شیعه، چرا قبلا میگفتید که همراه پیامبر در غار حضرت ابوبکر بود، حالا میگویید نیست، نبود؟ آیه معروف است در آیه 40 از سوره توبه، الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار. دو نفر در غار بودند، یکی حضرت رسول بود، در این شکی نیست. تا حالا در طول تاریخ شیعه و مسلمان و کافر و منافق و همه میگفتن که آقا نفر دوم حضرت ابوبکر بود. چرا باز دنبال آیه که میاد میگه اونا و شیعه هم باز اون وقت ما که وقت شیعه بودیم به ما میگفتن که آقا حضرت ابوبکر ایمانش قوی نبود. چرا؟ پیامبر فرمود اذ یقول لصاحبه لا تحزن، میگه ترسید، در حالی که حزن بود. ان الله معنا، خدا با من توست. ان الله معنا، خدا با من توست. اگه این آیه در مورد حضرت علی می بود، حالا شعار مذهب شیعه بود. اما چون در مورد حضرت ابوبکر اول اومدن تعویل کردن که آقا حضرت ابوبکر ترسید، حالا دیدن که نه این زیاد نمیشه دیگه، مردم فهمیدن، آقا از بی خراب شدن، منکرن، میگن نه خیر، اصلا حضرت ابوبکری با حضرت پیامبر در غار نبود. کتابای ما را منکر شدن، کتابای خودشون هم منکر شدن. خب من از شما ملت میپرسم، اونا رو کار ندارم، این دیگه نهایت کمبود عقلشونه دیگه، اونا رو نمیشم من مخاطب قرار بدم. یکی که منکر باشه، که مثلا حسین پسره، بعضی ملحدین منکر هستن، خبر دارید؟ ملحد هستن، منکر هستن که حضرت فاطمه دختر پیغمبر بوده. خب با این دیگه بس نکن دیگه، با اونا دیگه من بس نمی کنم. اما شما ملت رو حق دارم خطاب قرار بدم که شما دارید از کسایی پیروی میکنید که هر چی دلشون میخواد میگه، نه از شما خجالت میکشه، نه از خدا خجالت میکشه، نه هیچ اصول منطق رو رعایت میکنه. سوال ما از علمای شیعه این است، چرا قبلا میگفتید همراه پیامبر در غار حضرت ابوبکر بود، حالا میگویید نه نبود؟ شاید دیگه همه ما نمیگیم. خب اونایی که میگن شما چرا ساکت هستید؟ چرا بهش نمیگید آقا این حرف چیه میگید؟ برای اینکه شما میخواد ملت هر طور شده ساکت نگه دارید و در گمراهی نگه دارید. من نمیدونم که وقت دارم سوال دیگر مطرح کنم یا تلفن ها رو جواب بدم. اتاق فرمان. خیلی خوب، پس شما تلفن ها رو بذارید و من دوست دارم که یک سوالی رو، خب اون دفعه بعد میگم، شما شماره رو بذارید. پس تا سوال 399 گفتیم، سوال 400 رو میذاریم برای جلسه بعد انشالله. اتاق فرمان هر وقت تلفن ها رو آماده شد به من بگید. یه میان برنامه برید، بعد از میان برنامه. پروردگارا آنچه را که یارای آن را نداریم بر ما فرض مکن. قابل توجه بینندگان فهیم شبکه جهانی کلمه، لازم به ذکر است که این شبکه هیچ گونه مسئولیتی در قبال تماس‌های بینندگان به عهده نخواهد داشت.
بسم الله. سلامی دوباره به شما بینندگان عزیز. من نمیدونم اتاق فرمان شماره رو بذارید، اگر تلفن داریم تلفنی دا هست. آقای حیدری از کردستان بفرمایید. آقای حیدری سلام علیکم. سلام و رحمت الله. خسته نباشید. ممنونم. خوبه یا استاد؟ متشکر، بفرمایید. استاد شبکه ولایت وهابی منظورشان چیه؟ ای قزوینی میگی وهابی وهابی. بله. اسم وهابی میاره میگیم وهابیان، اینا سنی نیستن. چطور میگی؟ من استاد کردستان شبکه شما را اینقدر دوست دارن. اهل سنت کردستان علی اینا میگن وهابی، اینا با سنی هیچ ارتباطی نداره، با مردم ارتباطی نداره. اینا چطور اینا میگن؟ من وهابی منظورشان چیه استاد؟ بله، به شما خواهم گفت. خیلی ممنونم از اینکه این سوال مطرح کردی، سوال خیلی خوبیه. دوست داشتم این سوال مطرح بشه. ممنونم، جواب خواهم داد. آقای حیدری. بله. بیننده بعدی آقای علی از ایران. بله. آقای علی. شولی بر از ایران بفرمایید. علی قطع شد. بله. سلام استاد. علیکم السلام و رحمت الله. السلام. علیکم السلام. خسته نباشی استاد. ممنونم، متشکرم، بفرمایید. از ایران شهر مزاحمتون میشم استاد. روی ماهتون میبوسم. ممنونم، منم خدا شما را توفیق بده استاد هاشمی رو، استاد خدمتی، استاد حیدری و کلیه علمای اهل سنت رو که بیداری ما رو بیدار کردین. به خدا من خودم اهل سنتم، بلوچم، علمای ما هم تو ایران شهر اطلاع میرسونن، میگه ما نمیتونیم مستقیم باهاتون صحبت کنیم. بله، ولی دعا خیر میکنیم خدا شما رو توفیق بده. خیلی ممنون آقای شولی، ادامه بدید، دعا کنید، موفق و معید باشید. جزاک الله خیر. خیلی خوشحال شدم. نمیتونم. ممنونم آقای شولی پور. سلام بر شما و بر ملت بزرگ بلوچ. بله، نفر بعدی آقای نعمت الله از ایران بفرمایید. سلام علیکم جناب. علیکم السلام و رحمت الله. خوبه بفرمایید. میخواستم استاد، ما بازی برادران شیعه‌ای که در ایران است، بعضی وقتا با هم دیگه بحث دوستانه‌ای داریم، تا به جایی میرسه مثلا میگیم که جناب حضرت علی اگر علمی بغیر داشت چرا سر نماز از خودش دفاع نکرد؟ اینا میگه در اون لحظه مصلحت بود. یا مثلا امام حسین چرا اگر میدونست شهید میشه چرا رفت؟ اینا بازم میگه مصلحت بود. یا باز امام میگه اگر چرا علم بغیر داشت سم خورد؟ یا امام رضا میگه مصلحت در اون لحظه مصلحت دونست. بله. سوال بله. بله. خدا نگهدارش. خیلی ممنونم نعمت الله. خون نکته خوبی رو توجه گفتید. بله. یک، دو، سه، چهار، دو، سه. بله، بفرمایید. بیننده بعدی. صدا رو ندارم آقای اتاق فرمان. آقای محمد از ایران. بفرمایید. قطع شدن. آقای عبدالله بفرمایید. آقای عبدالله، جناب عبدالله، صداشون نمیاد. آقا اتاق فرمان پشت خطن، صحبت کنید. آقای عبدالله میگه پشت خطید. بله. الو، سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. آقای عبدالله. بله بفرمایید، صدای شما رو داریم، صحبت کنید، حرف بزنید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خسته نباشید جناب استاد بزرگوار. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. امر کنید، بفرمایید، در خدمتم. چند تا سوال داشتم، من خواهش می‌کنم روی این مسائل یه مقداری توضیح بدید.
بفرمایید. مثلا در باب مسائل توحید است که اصل اساس پایه و عقیده امت اسلامی تشکیل میدهد. اگر این اساس نباشد خب بقیه اعمال ما هم یقینا پیش خداوند ارزشی نداره. یک سوال دارم از این که آیا از این که تنها از یعنی خدا بپرسیم و همه حاجات و رفع مشکلات ما مستقیما از الله خواست بخواهیم، آیا روز قیامت معاقله و احتمالا عذاب میکشیم؟ دو، آیا خدا از ما میپرسد چرا صالحان را واسطه قرار ندادید تا مشکلات شما بدین وسیله برطرف کنم، در صورتی که هیچ آیه ای امر به چنین کاری نشده؟ بعد سوال بعدی اینه که اگر از ما سوال شود که میشود حتما و چرا از مردگان خواستید، آیا دلیلی از قرآن و سنت داریم؟ و اگه هست شما بیان کنید که خدا را راضی کنیم و خدا را قانع کنیم که ما بدین وسیله از اونها خواستیم. مسئله بعدی اینه که آیا اونهایی که واسطه ندارن، اون وسیله هایی که به اصطلاح ما بر اثر افکار خودمون درست میکنیم، نباید دعا و خواسته هایشان برآورده شود؟ آیا این عدالت است که اون که مثلا واسطه دارد دعاش قبول بشه، اون که ندارد برد پشت خط؟ من از برنامه ها و زحمات شما تشکر میکنم. خیلی ممنونم آقای عبدالله احسن و صد آفرین به شما که از چیزای خوبی مطرح کردید. دیگه بیننده وزیر وصل نکنید تا من این 5 تا رو یک توضیح. خب باشه آقای کریم هم وصل کنید. بفرمایید. احمد از ایران بفرمایید. محمد از ایران. بله بفرمایید. الو جانم بفرمایید. آقای محمد سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. احوال ما با جناب سجودی. ممنون هستم خدمتتون. بفرمایید. در خدمتم. آقای سجودی خیلی عرض می‌خوام ضمن احترام به مقام علمی حضرت عالی. واقعا ببینید شما به قول خودتون یکی از اهل سنت، یعنی پیرو سنت پیامبر هستین. و ما در سنت پیامبر میبینیم و همچنین در خود قرآن کریم که مرتب پیامبر میرفتن در مخالفین و میگفتن آقا مرام من اینه، شما باطلین، و میشستن حرف مردم رو گوش میکردن، یعنی به نوعی مناظره. و من واقعا از شما که یه معلم بودین و معلم ها معمولا دوست دارن هدایت زیردستاشون رو، ازتون واقعا خواهش میکنم که به طریقی شرایط صحبت رو در رو بذارین که بتونیم مناظر. شما الان کل سوال مطرح میکنین و اجازه نمیدید هیچ کم جواب بده، اونا میگم ما جواب. به خاطر ما از حضرت عالی که معلم شریف بودین عاجزانه تقاضا میکنم که حتما یه جور این شرایط رو مهیا کنین، و اگر هم صلاح دونستین میتونید تو سایت حق110.com نظرات خودتون بفهم. عرض دو خدمت حضرت عالی که اون دوست نزدیکم گفتن وهابیت چیه؟ وهابیت رو من خدمتتون عرض کنم که ببینید برادران عزیز، ما تا سال 1200 حدوداً هجری قمری اهل سنت مرام مشخصی داشتن. تمام بقعه ها و بزرگان اهل سنت بقعه و حرم داشتن، مثل مزار شریف تو افغانستان که کار سنی هاست، و در اونجا می رفتن برای حاجت خواهی. در کتب اهل سنت ما اگر ببینیم خداوند اگر شبیه کنیم و جسم بدونیم کافر می دونن، ولی محمد بن عبدالوهاب به پیروی از ابن تیمیه، که ابن تیمیه زیاد از اهل سنت استقبال نشد، اومد یه حرف نوعی در اهل سنت زد، گفت هر بقعی که باشه، هر توسلی شرکه. خب اگر اینجوره، این مزار شریف که سنی ها ساختن نزدیک 1000 ساله، مزار به سال ائمه چارگانه، بخاری که نشون دادن، خب اینا اهل سنت اصلا اهل توسل حرم بودن. سومیش این که چون تو جنگ جهانی اول عثمانی و آل شریف تو عربستان سنی بودن، ولی سعودی ها که وهابی بودن آمدن به کمک انگلیس، باز سنی های اون زمان جنگیدن و قتل عام کردن آل شریف ها، که این وابدی وهابی اون به انگلیس بشنده. پس تموم شد. برحال فکر میکنم که فرموده های شما رو بینندگان فهمیدن دیگه، و اندازه‌ای که صحبت کردید. چشم من صحبت خواهم کرد، عرض خواهم کرد. آقای حیدری از کردستان،
این سوال اول آخر به هم مربوط میشه تقریبا. گفتن که منظور اینها از وهابی چیست و ببینید آقای حیدری عزیز و بقیه دوستان، اگر که شبکه کلمه خوب توجه کنید بخواد حرف خلاف عقاید اهل سنت بزنه، خواهی نخواهی چه بخوایم چه نخواهیم علمای اهل سنت نمیتونن ساکت بشن، چه داخل ایران چه خارج ایران، چه فارسی زبان چه غیر فارسی زبان. بالاخره اگه شما میگید در ایران مردم اهل سنت هستن و با اینکه فشار هم سر اونا، حالا ما بیچاره رو باز بیشتر در فتنه نندازیم، با اینکه سرشون فشار هم هست اما نمیان، نمیگن که آقا شبکه کلمه بده، چی بگم؟ خود آقای خدمتی که به اصطلاح روحانی شبکه است، ایشون به مذهب شافعی فتواش من میبینم هست که بعضی از علمای احناف گفتن آقا بذارید ما جواب بعضی سوالا رو به مذهب خودمون بدیم که مردم گیج نشن. منظور ما این است که ابدا اسم وهابی اگه باشه اول توی ایران اگه فرقه ای باشه، عقیده خارج از عقیده اهل سنت باشه، خود علمای ایران منتظر دولت نمیشن صحبت میکنن، چه برسه به امروز که دولت سرشون فشار میاره و اونا حرف نمیزنن، چون اگه حرف بزنن مردم ازشون دور میشن. بابا جون، دوست داشتن حضرت عمر عقیده اهل سنت، توحید عقیده اهل سنت، پاک کردن تهمت‌ها از حضرت عایشه عقیده اهل سنت، چیزایی که من به شما گفتم آیات قرآن بود و عقیده اهل سنت، هیچ چیزی نیست. اما من جواب آقای دوست عزیز ما محمد رو خواهم گفت آخر از جنبه دیگر. اما ایران چون جواب نداره، علما ایران چون جواب ندارن، مثل همیشه سعی میکنن از احساسات مردم استفاده کنن. عزاداری رو چرا زیاد کردن امسال؟ چرا زیاد کردن؟ برای اینکه مردم میگه عقل از اینا بگیریم، منطقه ازشون بگیریم. لذا اگه جنایتی جایی میشه به حساب اهل سنت میذارن، که آقا به حساب وهابی میذارن و میگن آقا وهابی ها در مسجد ها بوم میذارن. بابا جون، عربستان دست وهابی ها هست به قول شما یا نه؟ اونجا همین دمام در دست شیعه ها هست یا نیست؟ همین بهره اینی که شما آسمان زمین آوردی چند نفر کشته شدن نگاه کنید. اما تو شما در خود روز عاشورا که مقدسترین روز برای شیعه است، شما زدید و خواهرزاده موسوی رو کشتید در روز عاشورا. باور کنید که من فهمیدم که اینها مثل آقا محمد خان هم عقیده نداره. آقا محمد خان می‌خواست یکی رو بکشه، سه نفر رو می‌خواست بکشه به خاطر خربوزه، باز روز شب جمعه گفت نه بذارید فردا می‌کشم شنبه. قصه این است که اینها فقط می‌خوان از احساسات استفاده کنن و همه تهمت‌ها رو به ما می‌ذارن. اما این دیگه بالاخره اونا رو شما حق بدید که دست پای بزنن. پس ولی برای مردم شیعه دارم عرض می‌کنم، اهل سنت که می‌دونن 100%، برای مردم شیعه میگم اگر عقیده ما عقیده وهابی باشه، باید اهل سنت جلوش بلند شن، باید بلند شن و مخالفت کنن و می‌کنن هم، خجالت هم نمی‌کشن اگر که چیز خلاف باشه در ایران در خارج ایران. پس اینا حرفی هست که اینا میزنن، شما باور نکنید. آقای از ایران شهر که خیلی ممنونم از لطفی که کردید، تلفن کردید، تشکر کردید. ببین ایشون گفتن علما شما رو تایید میکنن اما نمیتونن حرف بزنن. خب علما ایران شهر همشون احنافن، هیچ فرقی نداره که. بله، علمای کردستان این همین قضیه است، ترکمنستان هم همین قضیه است، بقیه ایران میگم نمیتونن شما رو تایید کنن، مخالفت نمیکنن. دولت این قبل سرشون نمیتونه فشار بیاره که مخالفت کنه. اگه مخالفتم دولت فشار میاره، اما خب فردا میره میگن آقا ما رو زور به آورده بود، لذا دولت مجبور است مونده. پس دیدید اگر قرار بود که عقیده ما عقیده خلاف باشه، اونها در مذهب خود محکم هستن، میگن آقا اینا وهابی هستن، نمیگن. پس بدونید، ملت بدونه این یک تهمتی است که چون جواب ندارن. آقا من وهابی، من شیطان، من بدتر از شیطان، من جاسوس آمریکا اسرائیل، سوال منو جواب بده، ایراد منو جواب بده. من اصلا خود یهود، آریل شارون چی میگه، هر کس کی میگه جواب سوال منو بده. این دیگه ما هر کس باشه باید تو حق دارم از تو بپرسم، تو بگو آقا این عقیده تو غلطه، ما هر فرقه هستم. اما دوست عزیز نعمت الله، بله این خیلی خوبه که شما با اونا بحث میکنید و اونها میگن مصلحت بود، خیلی خوب. اینا شما ای کاش این جواب بهشون میدادید که وقتی به شما میگه حضرت علی چرا جا خالی نداد، شما پرسید جا خالی نداد گفت مصلحت بود، یا گفت چرا حضرت حسین رفت کربلا میگه مصلحت بود، بگو اگه مصلحت بود دیگه چرا گریه میکنید وقتی یه چیزی مصلحت باشه؟ ها، یه چیزی مصلحت باشه دیگه، یعنی فایده مسلمان است، دیگه چرا گریه میکنید؟ ببینید هیچ راهی ندارن. دفعه بعد که با اونا بحث کردید بگید خیلی خوب که مصلحت بود وقتی یه چیزی مصلحت انسان درون است. حالا مصلحت یک بچه است که درس بخونه، بازی نکنه، ما باید گریه کنم چرا درس میخونه؟ خب مصلحت حضرت علی بود که شهید بشه مثال به گفته شما، چه مصلحتی بود که در سر نماز یک آدم بیاد شهیدش کنه؟ خب کدوم مصلحت، چه مصلحتی؟
آقای عبدالله صحبتای خیلی جالب، احسنت، آفرین به شما و فرمودید، خیلی خوبه، درست فرمودید، بله، توحید و خیلی نکات جالب ایشون گفتن. اگه دوستان ما توجه کنم بهش که خدا ما را اگه بخواد مستقیم بخواد ما رو میگیره که چرا از من مستقیم خواستی؟ خب گفتی از رگ گردن یا الله فرمودی از تو به تو به بنده تو نزدیکتر، ما بهش اومدیم، اونجا که هیچ آیه نداریم از اونا. و بعد این رو به شما بدونید، مسئله توحید یک نکته شما اضافه کردید، این رو باید دوستان شیعه ما بدونن که ببینید رفتن به قبور اگه برید برای صاحب قبر دعا کنید اون سنته، شما برید حضرت عایشه، حتی زنا هم برن عیبی نداره، حضرت عایشه رضی الله عنها از چی می آمد بیرون از قبرستان بقیع، یکی از اصحاب دیدش گفت که ای مادر کجا رفتی بودی؟ گفت رفته بودم سر خاک برادرم. گفت مگه پیامبر نگفته زنا نرن در قبرستان؟ گفت اول گفته بود، باز گفت برید عبرت بگیرید، رفته بودم سر خاک برادرم. گفت شما بری برای برادرت دعا کنی، برای پدرت دعا کنی، بری عبرت بگیرید، این زیارت قبر درسته، اما اون چیزی که اونا میکنن اون زیارت قبر نیست، اونا میرن از مرده مدد میخوان. قسم به خدا، همین آقای ملا زاده اون روز یک نکته خیلی جالبی گفت، قسم به خدا که خوردن شراب گناهش کمتره تا رفتن از مرده مدد خواستن، چون این شرک اون گناه است. توجه کنید، من در تایید فرمودهای عبدالله گفتم، بسیار نکات جالبی گفتید، خیلی ممنونم. اما دوست عزیز محمد از ایران، ببینید ما با یک مجموعه کار میکنیم، من به حرف تو موافقم، حقیقتش بخواید با بارها به دوستانم گفتم که عیبی نداره ما با اینا مناظره کنیم، بلکن کار دست جمعی معنی نش که معنیش این است که چیزی که جمع تصمیم گرفت متوجه. ولی من به شما اینو میگم که دیر یا زود چنین مناظره خواهد شد، به شما خواهید دید که اونا مناظره نخواهند کرد، شما خواهید دید. خب حالا بعضی جاها که اینا رو به مناظره دعوت میکنن در تلویزیونای عربی و فارسی، من خودم فتوا از آقای سیستانی دیدم، گفت با اینا در اینترنت هم مناظره نکنید، خودم دیدم، شما تو سایت آقای سیستانی برید، گفته با وهابی، مار وهابی میگه مناظره نکنید. حالا که اینا میگن شما از پشت پرده خبر ندارید، شما مور میبینید و دوستان ما پیچشمون رو، اینها به اصطلاح گربه مرتضی علی هستن، هم در لس آنجلس فرود میان هم در تهران فرود میان، همین رئیس همین شبکه‌ای که ما رو به مناظره دعوت میکنه یک پاش لس آنجلس یک پاش تهرانه. خب چرا یک ملا میتونه بره آیت الله میتونه بره لس آنجلس؟ اونم در حکومت اسلامی ایران تلویزیون هم داره. خب دیگه شما بفهمید که من چی میگم. آقای محمد عزیز که به نظر من صدات معلومه آدم مخلصی هستی، من حق110.com خودم میام و با شما صحبت میکنم اگر عمری بود، ولی که با مناظره من مخالفتی ندارم، خب من یک نفرم، دوستان ما دلایلی دارن که محترمه. اما اینکه فرمودید وهابیا نمیدونم به کمک انگلیس چیز کردن و در قبل از سال 1200 مسلمان ها قبر قبه داشتن، دروغ نگفتید، قبه داشتن و سر قبر ها میرفتن و بارگاه داشتن، منتها اینو بگید که کی ساخته بودن، آیا از زمان پیغمبر ساخته بودن، از زمان صحابه ساخته بودن؟ نه. خب وقتی که ساختن کسی نیامد خرابش نکرد، مردم جرأت نکردن، نهی منکر امر معروف نکردن، اینکه نمیشه که این دین بشه. همین تازگی یک سال پیش بود که آیت الله مکارم شیرازی بعد از نماز بعد از درس بلند شد رفت به جمکران یک قبه رو خراب کرد. آ این وهابیه؟ چرا؟ اونا اومده بودن سر منبر چی ساخته بودن؟ شیشه سبز. همین جمکرانی ها خواستن یعنی اینجا رو یک مقدس کنن. آقای مکارم شیرازی به این راضی نشد. آیا باید بگی چرا خراب کردی؟ حالا اگه مکارم شیرازی اینو خراب نمی‌کرد، 100 سال بعد شما می‌رفتید همونطور که از چای جمکران نمی‌دونم نامه‌های خودتون رو می‌ندازید، می‌رفتید از این شیشه سبز هم مدد می‌خواستید، ولی کار که توجیه‌پذیر نیست که 100 سال بعد حالا یکی بیاد خراب کنه. اگه کار مکارم امروز درسته، کار 100 سال بعدم اگه کسی خراب می‌کرد درست بود. خب توجه کردید چیز منو، حضرت پیامبر حضرت علی رو امر کرد که قبرها رو خراب کنه، حدیث صحیح ما داریم، ولی بعدها مردم مثل که حالا شما یک نکته خیلی جالب یادم اومد، حالا مگر نه این است که تو کشور اسلامی دست بریده نمیشه، ربا آزاده، همه کشورها از جمله ایران، حالا اگه یکی بده این قانون اجرا کنه شما باید بگی که آقا نمیدونم در مزار شریف این قانون اجرا نمیشد، نمیدونم اجرا نمیشد و مسلمان ها اجرا نمیکردن، حالا چرا اجرا میکنی؟ نه، قانون تو کتاب هاست، مردم یه روزی از دین دور میشن یه روزی به دین نزدیک میشن. و محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه قهرمانی بوده که زندگی خودش پرواز نکرده و به دستور دین عمل کرده، خدا بهش توفیق داده چون مخلص بوده. تلفن‌های دیگه ای داریم اگر که. آقای محمد پور از افغانستان بفرمایید برادر. سلام سلام علیکم جناب آقای سجودی. علیکم السلام و رحمت الله. جناب آقای سجودی جانم بفرمایید.
خدمت شما و تمام اسفارفان شبکه تلویزیونی کلمه عرض سلام و ادب دارم و بعد خصوم در باری حدیث شریفی که پیامبر خدا گفته اصحاب کنجومیم به این اختدیتون اختدیتون برای من یک معلومات بدین و اگر قرار بود که حضرت علی از جانب خداوند و جناب پیغمبر به اصطلاح جانشینی تعیین بشه باید پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله می‌فرمودن اصحاب کنجومیم علی اختدیتون اختدیتون پس اینجا معلوم میشه قد شد؟ الو؟ آقای خود در این باره اگه میشه یک معلوماتی بریم و بدین شما ممنون و تمام دستان برادر عزیز محمد پور چشم خواهم گفت بیننده بعدی آقای محسن از ایران بفرمایید برادر برو آقای سلام بفرمایید در مورد این داستان امام زمان میخواستم از این آقایون شیعه سوال کنم میگن که پیامبر فرمود کسی که ازدواج نکنه از من نیست مخواستم اینم این در طول این هزار سال آقای امام زمان ازدواج کردن یا نه بله سوال جالبیه همین بعد اگر ازدواج کردن یا نه چجوری نقل مکانشون تو همون چای جمکرانه یا جای دیگه است بله ممنونم از سوالتون این سوال اگر برادرم شیعه بپرسید ممنون جان من براتون به جای اونا جواب میدم خیلی متشکر آقای محسن عزیز خدا حافظ عزیزم خدا حافظ جمع کران نیست بله آقای احمد از امارات بفرمایید برادر سلام علیکم جناب مولوی علیکم سلام و رحمت الله عرضم حضور شما من یه دو سوالی داشتم اگه لطف بکنین جواب بدین خیلی ممنون میشم بفرمایید اول اینکه با توجه به اینکه مباحث مذهبی خیلی داغ شده الان بین شیعه و سنی و همچنین با توجه به حدیثی که ما از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم داریم و این که میگه از 73 فرقه ای که امت من میشه یک اهل جنت هستن و بقیه به جهنم میروند از شما خواهش سوالی دارم این که با توجه به این که مذاهب اهل سنت چهارگانه هستن حنفی شافعی و مالکی و غیره از بین این چهار تا کدوم یکی اهل جنت هستن و بقیه به جهنم میروند این یک سوال سال دومی که متوجه شما خواهد بود است که من در امارات زندگی میکنم و این یک کشور اسلامی است در اینجا متاسفانه همچنان که شاید شما خبر داشته باشین یا نه مسجد و حالا عذر میخوام به این شهر کنم این که فاحشه‌خانه در روبروی همدیگه و مقابل همدیگه قرار گرفتن آیا حکم این که مسجد و فاحشه‌خانه روبروی همدیگه قرار گرفتن در یک کشور اسلامی اون هم مثل امارات چه حکمی دارد؟ خیلی ممنون خیلی متشکر آقای احمد عزیز از امارات بله بیرنده چهارم آقای آرش گرامی از تهران بفرمایید برادر آقای آرش آقای آرش قطع شد الو آقای آرش منتظریم مثل که نمیخوان صحبت کنن آقای اتاق فرمان برادر الو آقای مسعود عزیز ما از قم بفرمایید قربان سلام علیکم علیکم السلام و رحمت الله سلام علیکم علیکم السلام شما تمثیل آینه خوندید آقای سجودی اجازه بفرمایید منم با شعر آینه شروع کنم ازم دو بفرمایید قربت که گر روی زشت نماید در آینه مرد حکیم خورده نگیرد در آینه نقش تو در زمانه بماند چنان که هست تاریخ حکم آینه دارد هر آینه آقای سجودی این سوال دوم شما حقیقتش با یه ضرب المثلی راجع به شغال مازندران من امروز خیلی خندیدم و اگر ما این حرف بذاریم که واویلا بود اون آقای یزدانی ما بود که هر گرد گردو نیست هر بیشتری بابا نیست آقای داری حالا من بگم میگه چرا گفتی دو هر تیگه پاش ناموسی داد این در بالمثل که شما گفتید ما جرأت نمی کنیم بگیم حالا نمیدونم برای اما جناب سجدی من دوسته تا مطلب و سریع فرستوار بگم بعد منتظر هستم شما رو فرمید صدا من دارید بله بله لطفا این جمله آخرتون رو تکرار کنید
عرض بکنم دو ست نکته رو فهرست‌وار رو عرض بکنم، بعد منتظرم که شما بفرمید. یکی این که آقای سجودی در مورد اون سوال دومتون راجع به این که چه پاها بومیده و اینها، این جزء اصول مذهب شیعه است واقعا و سنی ها آیا اینجوری نیستن؟ ولی با شما موافقم که باید نظافت داشت، این حرف حتی درستی. اما راجع به سوال اولتون آقای سجودی، اون هفته هم گفتید که نمیدونم چرا تو هر وقت به عمر میرسی تلفن ما قطع میشه، امیدوارم امروز قطع نشه. جناب سجودی راجع به سوال اول شما، بنده یک معلم بسیار کوچک و یک سرباز کوچک امام علی اگه توفیق داشته باشم آمادگی دارم که با شما مناظره بکنم، وقتش رو معلوم بفرمایید، بعد از عرض من از تلویزیون میشنوم، روزش رو وقتش رو اعلام بفرمایید. راجع به معیشت مادی امام علی چه در بعد شخصی و خصوصی ایشون و چه در بعد عرض کنم که دولت مردی و رئیس حکومت بودن ایشون و خلیفه دوم، بنده آمادگی که با حضرت عالی مناظره بکنم در هر دو بود راجع به هر دو نفر و خواهش میکنم که حضرت عالی این وقت رو به طور دقیق معلوم بفرمایید. یک پیغام هم خدمت شما بدم برای آقای خدمتی، دو تا پیغام های سجودی. یکی این که ما میدونم خیلی ایشون اشتها دارن که همه مفاخر رو از کنم اونچنان که خودشون میخوان موافق با عقیده خودشون معرفی بکنن. خواهش میکنم بفرمایید که ویکتور هوگو رو هم ایشون جزء موافقان خودشون عرض کنم، که انیشتین رو جزء موافقین خودشون اعلام بفرمایید، چون خیلی اشتهاشون زیاده برای اینکه حتی فردوسی رو هم بگن که عرض کنم موافق عقاید ایشون بوده. دوم یه نکته ایشون فرمودن واقعا از بدایع، فرمودن که در پاسخ به اینکه چرا امام علی حضرت زهرا رو شبانه و مخفیانه دفن فرمودن، آقای خدمتی توضیح فرمودن که حضرت علی نمیخواست مزاحم مردم بشه. بله قطع شدین، وقتتون تموم شد. آقای سلطان عزیز از امارات بفرمایید. سلام علیکم. علیکم سلام و رحمت الله. خوب هستی؟ سلامتی؟ ممنونم، بفرمایید. میخواستم یک چند کلمه در خدمت شما باشم. بفرمایید، در خدمتی. میخواستم یک اعلان بکنم که برادران اهل سنت، مولویای زاهدان و جاهای دیگر هوشیار باشن که این که با ترفند وهابیت میخوان اهل سنت را رابط کنن، این ترفند ترفند یهود و نصارا و روافض است در تمام دنیا. وقتی میخوان اسلام را از بین ببرن یک بهونه پیدا میکنن، یک دستمسه درست میکنن به اسم وهابیت و میخوان مسلمانان را از بین ببرن. فقط همین کافی و بس است که ما بفهمیم که اینها لحن بر صحابه پیغمبر و بر امهات مؤمنین لحن میکنن و آیا صحابه پیغمبر و امهات مؤمنین وهابی بودن؟ همین بعد ما بفهمیم، مردم باید بفهمن، هوشیار باشن که اینا دشمن اهل سنت هستن. بله. و این برادر یک سوال کرد که وهابیت یعنی چی؟ وهابیت یعنی اون سنیایی که اهل خرافات و بدعت نیستن و حقیقت اسلام را میگیرن، اسمش این بودن وهابی. بله. یعنی این ترفندیه برای کوبیدن اهل سنت. اونهایی که اهل بدعت و اهل خرافات هستن، اونا را میگن اینا اهل سنت هستن. بله. از برادران ما هستن و اونا همکاری میکنن با صوفی ها. بله. این چیز جدیدی نیست. مثلا قبر ابولولو در ایران، ابولولو مجوسی در ایران به خاطر زیاد با وهابیت این کار کردن. نه، کل اینا همش به خاطر که اهل سنت رو نابود کردن، دشمن اهل سنت هستن، کار به وهابیت نداره. بله. وهابیت یک چیز جدیدیه. اینا لحن میکنن بر پیامبر، بر صحابه پیغمبر، بر دوماد پیغمبر، بر پدرزن پیامبر، بر زنان پیامبر، بر همه اینا لحن میکنن. اینا وهابی نبودن. بله. باید هوشیار باشن در ایران برادران ما، در بلوچستان، در جاهای دیگر، با این ترفند نتونن بر اینا مسلط بشن، گول بزنن، بعضی ها رو بیارن تو تلویزیون صحبت بکنن ما با وهابیت مخالف هستیم. وهابیت یک مذهبی نیست، یک چیز جدیدی نیست. یک شخصی به نام محمد عبدالوهاب اومده یک اصلاحاتی در مدینه انجام داده، در مکه و مدینه، بعد از این رو اینا مخالف بودن، چون یعنی اینا با بدعت و خرافات، یعنی خوراکشون بدعت و خرافاته. هر کی بیاد برای علی بدعت و خرافات مبارزه بکنه، یک ترفندی بهش میزنه، بالاخره یک اسم براش میزنه، آیا اسم وهابی باشه، هر کی باشه. بله، ممنونم. این میخواستم که این برادران از خیلی متشکرم، یعنی هوشیار باشن و فکر باشن که گول اینها رو نخورن. ممنونم از شما برادر سلطان، الله شما رو توفیق بده، خدا حافظ شما. ممنون از همه دوستان که زنگ زدن. اما آقای
من نمیتونم در 4 دقیقه تموم کنم، 5 تا سواله. گفتن 4 دقیقه وقت دارید، ولی نمیشه در 4 دقیقه، به 10 دقیقه اضافه وقت بده یا 5 دقیقه حداقل. بله، اصحابی کن نجوم که فرمودید، که دوست عزیز ما برادر محمد پور از افغانستان، ببینید شما گفتید که این فرموده شما اصلا جملتون به یک معنی درسته، اما اصولا این حدیث اصلا ضعیفه. این حدیث حدیث جعلی است، حدیث درستی نیست و در کتب صحیح باید شما، ما شما برادر عزیز محمد پور باید به احادیث صحیح رجوع کنیم، ولیکن استدلال شما هم درست بود، اما اصلا این حدیث هم ضعیفه، قابل قبول نیست. ممنونم از اینکه زنگ زدید. برادر محسن از ایران حرف جالبی رو مطرح کردن که آیا امام زمان ازدواج کردن؟ میگن جوابشون رو من شنیدم. میگن بعضی از علمای میگن بله ازدواج کردن، بعضی از علمای میگن که نه ازدواج نکردن، بعضی از علمای ما میگن که شاید ازدواج کرده باشه، شاید ازدواج نکرده باشه. چرا اینجوری جواب میدن؟ برای اینکه از همه مخمصه‌ها خود رو نجات بدن. اگه بگیم آقا ازدواج نکرده، خب سنت پیغمبر عروسیه. اگه بگیم ازدواج کرده، خب چون که این آدم این عمر طولانی داره، باید بچه‌ش هم بچه بیاره، بچه‌ش هم بچه بیاره، بچه‌ش هم بچه بیاره، یعنی باید همیشه شاید مرگ نواها و حالا مثلا امروز کسایی که زندگی میکنن نسل 30 حضرت امام زمانه، لذا اینا نمیدونن چی بگن، لذا میگن که بعضیا میگن داره، بعضیا میگن نداره، ما مأمور نیستیم بدونیم. مأمور نیستی بدونی دیگه، چرا؟ هر چیزی میدونی در مورد اماما، یکی رو مأمور نیستی، بلکه و دیگه یک ترس دیگه هم دارن. حالا که نمیگن که امام زمان عروسی کرده 10 تا زن برش پیدا شده، هر روز یکی میگه من زن امام زمان هستم. اگه بگن عروسی کرده دیگه صدها امام زاده، امام زمان زاده پیدا میشه دیگه، اونا دیگه نمیتونن جلوشو بگیرن، لذا در بستن و چیزی نمیگن. اما اینی که فرمودی در چای جمکران با خودش داره، شما توجه داشته باشید که در عقیده شیعه امام زمان در چای جمکران نیست. این رو به یک نمادی درست کردن که به اصطلاح یک عبادتی برای مردم درست کنن، گرنه شیعه عقیده نداره که در اونجا توجه داشته باشید. برادر عزیز احمد از امارات گفتن که 73 فرقه که به جهنم میره، در این صورت 4 مذهب اهل سنت چگونه هست؟ ببینید 4 مذهب اهل سنت در عقیده با هم اختلاف ندارن، در فقه با هم اختلاف دارن. یکی دستشو در اینجا میذاره برای نماز، یکی در اینجا میذاره، یکی در اینجا میذاره، که اینجوری هم میگیره. بستگی به احادیثی که بهشون رسیده، انسان در احادیث جایز الخطا، اما در عقیده هیچ کدومشون اختلاف نداره. هیچ کدومشون نمیگه باید بریم از قبر ما حاجتای خود بخوایم، نشون بدید. هیچ کدومشون هم تازه اینو نگفته که شما از من پیروی کنید. همشون گفتن 4 امام که شما از قرآن سنت بگیرید. چون که مردم دیدن اینا یه کار کردن، حالا شما چطوری به حرف من گوش میدید؟ برای اینکه میگید که این آقا یک چیزی معلومات داره، ببینیم چی میگه. همینطور علما از اونا گرفتن، ولی اینم توجه داشته باشید. مثلا در مذهب امام ابو حنیفه، خود احناف در خیلی از چیزا از ابو حنیفه رحمت الله علیه اطاعت نمیکنن، از شاگرداش اطاعت میکنن. پس اینها 4 فرقه نیستن، یک مذهب حساب میشن. توجه کنید که با مذهب اهل حدیث، اونم جزء اهل سنت حساب میشه، یک مذهب هستن، چون که عقیده شون یکیه. چرا عقیده شون یکیه؟ که اگر که حنفی است میگه بخاری، اگه شافعی است میگه بخاری، اگه سلفی است میگه بخاری، میگه مسلم، همشون یه چیزی میگه. سوالی که در مورد این گفتید که نمیدونم فاحشه خونه رو روبروی مسجد است، ببینید ما که اینا که ادعا ندارن ما اسلام هستیم، اگه ادعا داشتن ما اسلام هستیم باز درسته. شما که ادعا دارید ما اسلام هستیم، این نکته رو شما جواب بدید. اینا حالا که اگه فاحشه خونه هم هست که نمیگن حلاله، شما که عزیز من حلالش کردید، که قربونت برم عزیز من، شما که حلالش کردید. در شرق تهران، تهران پارس، آیا دفتری نیست که در اونجا تسجیل میشه برای 1 ساعت 2 ساعت؟ دیگه من باز نمی کنم، اگه دخول نمیدونم میگی از سبیلا این صورت نگیره، میگه 1 ساعت بعد میتونی طلاق بدی، رسما ثبت نمیشه. اینا که ادعای اسلام ندارن، اگه در اینجا ربا گرفته میشه یا هر غلطی دیگه میشه، این که نمیگه من مسلمان هستم، من میگه اصلا همین میخوام کشورم پیش ببرم، نمیگه، ادعا که نداره. شما که شب و روز میگید چرا ربا دارید، چرا این کارا رو دارید؟ فقط یک روسری گذاشتید دیگه، بقیه اسلام فقط هم یک روسریه. پس توجه کردید. برادر عزیز من مسعود از خم که فرمودید، بله اون شعری که فرمودید که نمیدونم کمی هم من دقیق متوجه نشدم، به هر حال آها و مسئله این است که به هر حال من این مثال زدم، میدونستم این مثال برای ما دردسر خواهد شد، که نگیرد شغال بیشه مازندران را، شغال بیشه مازندران را نگیرد جز سگ مازندران. این مثال بود که همیشه پدر ما
که خدایش بیامرزه میگفت پدر من بر توحید مرده، هرچند که به مذهب شیعه بوده اما توحید مرده، برای همه میگم خدا او رو بیامرزه. ایشون و مادر من الحمدلله موحده الان. و عرض به حضور شما که شعری گفتم، حالا دیگه ممکنه بعد از این ما چی بودیم چی بوده، متخصص مواد مخدر بودیم، حالا سگم بشه عیبی نداره که ما رو فوش بدن، هیچ مهم نیست، این اصلا برای ما اهمیتی نداره. ولیکن حقیقت این است که من بهتر از اونا میتونم، از بعضی دوستان تعریف از خودم میشه، اما در بعضی جای من بهتر میتونم از اونا جواب شما، جواب این دوستان بدم، چرا که من توی مذهب بزرگ شدم و اصلا زندگی به این بوده. ببینید من اصلا درس دینی نخونده بودم تو ایران، ولی معلم دینی شدم چون که مطالعات داشتم، بالاخره همین دولت دیگه تقلب که نکرده، واسطه که نداشتم. من باور کنید با شما دشمنی ندارم، خدا شاهد است که با شما دشمنی ندارم. من خیلی وقتا این حرفا رو که میزنم حتی دلم هم نمیخواد بگم. من میدونستم که در مورد بوی پا بگم شما ناراحت میشید، اما اینکه فرمودید در مساجد اهل سنت نیست، نه نیستش. همین پاکستانی‌ها حالا باز خوب شدن، یه وقتی اینا که من اول که رفته بودم در کنار خیابون میشستن قضای حاجت میکردن، حاجت کوچیک به اصطلاح، ولی که مسجدشون از همه پاکتر بود. یک دوست موحدی از ایران اومده بود پاکستان، بسیار عصبانی بود، گفت مسجد پاکستانی‌ها منو میگه فریب داد، میگه تو سفارتشون مسجدش که رفتم میگه خیلی لوکس و تمیز بود. میگه من گفتم پاکستان هم همین جوریه، به شما تو مساجد پاکستان بری تمیز تر اینجاست، اصلا بویی توش نیست، در حالی که ما سطح فرهنگ ما به حساب حالا میگیم بالاتره، یه وقتی بالاتر بودیم حداقل اول، حالا شما حالا خیلی از اونها از ما بالاترن، من که توش بودم دیدم. این منظورمه که شما، اما در مورد مناظره ببینید من شما رو دعوت میکنم، من که به شما گفتم ما با یک گروهی هستیم و فرمانبر گروهی هستیم که نمیتونیم هر که کار دل ما خواست بکنیم، وقتی که دوستان ما راضی نیستن منم راضی نیستم، اما من شما رو دعوت میکنم بیاید به اسلام تکس که سایت منه، بخش مناظره داره، بخش گفتمان داره، اونجا بیاید من و شما با هم مناظره میکنیم در مورد هر چیزی که خواستید، من شما رو دعوت میکنم به مناظره. بعد اگر این شبکه پخش نکرد، شبکه دوستای ولایتی ما رو بدید، بگید شما پخش کنید، شما که در اونجا یک دستی دارید، بگید که آقا این مناظره رو پخش کن، من شما رو دعوت میکنم تشریف بیارید، و بقیه هم میتونن اسلام تکس بیان در بخش مناظره، مناظره من شما رو ببینن در هر موردی که خواستید. اما اینکه فرمودید که فردوسی رو آقای خدمتی گفته که فردوسی سنی بوده، بی شک سنی بوده، من جای خوندم که قبر فردوسی رو این آقا خراب کرده، آقای شاه اسماعیل صفوی، باز من مدرکش یک روز براتون میارم. اما دلیل بر سنی بودن فردوسی یک چیز دیگه هم هست، آیا کتاب خودش رو پیش سلطان محمود غزنوی نبرد؟ سلطان محمود غزنوی تاریخش رو بخونید، تاریخ سلطان محمود غزنوی رو بخونید، از بزرگترین دشمنان شیعه ها بوده، به ری یه وقتی حکومت شیعه داشت دیلمی ها اینا، همه رو از بین برد، آل بویه رو کی از بین برد؟ همین سلطان محمود غزنوی از بین برد و رحم هم بهشون نمیکرد. چگونه ممکن است که این آقای فردوسی پیش این ببره کتابش عرضه کنه؟ پس فردوسی بر مذهب این بوده، و اگه نبوده پس فردوسی آدم بی شخصیتی بوده که کتاب برده پیش دشمن مذهبش، چون که این به شدت سلطان محمود غزنوی با مذهب تشیع مخالف بوده و از بین بردش. تاریخ بخونید. اما اینکه فرمودید چرا در شب دفن کردن، نمیخواست مردم را اذیت کنه، آقای خدمتی گفتن، این حقیقتی است. اگر قرار بود که مثل حالا 10 روزه بگیرند، همین چیه عبادت 10 روزه دیگه، کشور پیش نمیره. آقا اونها در 30 سال بلکه 25 سال دنیا رو گرفتن، شما در 33 سال فقط عزاداری، عزاداری و عزاداری، کار پیش نمیره، چون که انسان ضعیفه، 8 ساعت وقت داره برای کار، انسان 8 ساعت میتونه کار کنه، بیشتر نمیتونه، که خلیفه هم باشه 8 ساعته، که آدم عادی هم باشه 8 ساعت، اگه 8 ساعت بره در جنازه این و اون که نمیشه، که یعنی این دلیل معقوله که نرفته. ولی که با این وجود شما میگید که حضرت فاطمه گفت که آقا من شبونه دفن کنین که حضرت ابوبکر نیاد، خب این دلیل معلوم میشه که حضرت فاطمه آدم مهمی بوده، میگفت من ابوبکر را نمیدم. اگر میگید که ابوبکر عوام فریبی میکرده، این چه جور عوام فریبی است که به خونش حمله میکنه و شکمش پاره میکنه جلوی چشم همه؟ پس ببینید عقاید شما در همه بر همه. برادر مسعود به خودت رحم کن، به خودت رحم کن و بیا در سایت که ببینم شما چی میگی و هم بحث کنیم. برادر عزیز ما سلطان جمله خیلی خوبی گفتن، همون حرفایی که ما گفتیم رو ایشون الحمدلله تکرار کردن، که به علمای داخل نصیحت کردن، که ایشون از امارات زنگ زدن، بله، داخل نصیحت کردن که آقا فریب نخورید. شما برادر عزیز آقای سلطان متوجه باشید که اونها، چون که اونها دست بر آتش داره، از ما و شما زرنگتر هستن علمای داخل، خب مجبورن بیچاره دیگه، مجبورن. اما اون چند نفری که اومدن این حرفو رو زدن، خب هر انسان دیگه یک درجه ایمانی داره،
ولی این نکته رو ما پنهان نکنیم از بینندگان شیعه خود. اینا که مصرف داخلی داره که ما رو وهابی میگن، اما این نکته رو من از پیروان شیعه، مذهب شیعه پنهان نمی کنم که اختلافی بین مقلدین چهار مذهب و سلفی ها هست در بعضی از جاها، نه در همه جا. مثال در افغانستان بعضی جاها هستش که میگه تو چرا مذهب پدرتی رو ول میکنی، میری حنفی، میری سلفی میشی، اگه شافعی هم بشه بهش ایراد میگیره. من یادم میاد یک وقتی در شهر جلال آباد مغازه‌ای داشتم، یک ساعت خریده بودم، زیر ساعت نوشته بود یا الله یا محمد. من نام یار از محمد پاک کردم، ساعت پلاستیکی بود روی دیوار زده بودم، این یار پاک کردم. یک مولایی از مولویای احناف اومد، احناف که نمیتونم بگم، احناف فهمیده نبود، اومد گفت که نگاه کرد، اومد منو به طریق دیگه بگیره، دید که یک آدمی هست که دکان داره دیگه، حتما چیزی از دین نمیدونه. گفت که ببین این چرا این یار پاک کردی؟ ما هم دیگه گفتیم باش بحث نکنیم. حالا گفتم بالا مردم میگه که این یا شرک، شما پیغمبر با خدا چرا شریک میکنی، یا الله یا محمد، ان الذين كفروا بربهم يعدلون، این دو تا رو شما با هم مساوی کردی. خالی محمد نوشتم صلی الله علیه و سلم. گفت نه ببین عزیز من، گفت ما باید رای پدرای خود ول نکنیم. اینجوری به من گفت، ما باید رای پدرای خود ول نکنیم، پدرای ما، اجداد ما. یا محمد میگفت حالا یک چهار نفر پیدا شده وهابی یا نمیگه. گفتم خب من رای پدرای خود ول نکنم. گفت ها ول نکن. نمیدونست که من کجا هستم. گفتم من پدرم و اجداد من شیعه بودن، حضرت عایشه رو فحش میدادن، من فحش بدم. گفت نه نه اونو کن نه. گفتم پس همینه دیگه، یک اختلاف کوچکی هست، اما در سطح جهال علما هیچ با هم مشکلی ندارن. در سطح عربستان برید شما ببینید، در همین دانشگاهش که برید، یک مثلا مطرح میکنه، هر چهار مذهب میگه بلند شید ازش دفاع کنید، از عقیده خودتون. اینا میخوان یک حرفی بزنند، حرف شما آقای سلطان درسته و ولی موفق نمیشن. اینا خوراک داخلیه، اینا میخوان شیعه رو گمراه کنن. اهل سنت که مشکلی با وهابیت نداره و نه وهابیتی وجود داره. خب ممنونم از اینکه به صحبت من توجه کردید. وقت من گذشته، هفته از وقت من رد شده و برای همه، چه اونهایی که با ما موافقن، چه که با اونهایی که با ما مخالفن، از خداوند رحمت و برکت میخوام. از خداوند رحمت و برکت میخوام. اگه خدا رحمت و برکت رو بر ما و شما نازل کنه، همه ما خوشبخت میشیم و همه ما به بهشت میریم. برای همه شما آرزوی توفیق دارم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. تا برنامه دیگر، الله حافظ و نگهدار شما باشه.